ببینید، ما یک مسئله ای داریم که الان یک چند وقتی است که متاسفانه نه در ایران فقط، بلکه در تقریبا کل دنیا این اتفاق افتاده، و اون همینه که یک ترم اشتباهی، یک ایده اشتباهی داره مطرح میشه که آسیب خیلی جدی داره به نیمی از جامعه جهان میزنه، و به اون هم عنوانش هست مرد سالاری. معادل انگلیسیش پاتریارکیه که ترجمه غلطی هم داره ازش میشه به عنوان مرد سالاری، برای اینکه پاتریارکی یعنی پدر سالاری در واقع، و حالا درسته که پدر جنسیتش مرده، ولی پسر، برادر، شوهر، اینها هیچ کدوم اون در واقع خصلت مردانه ضرورتاً توشون وجود نداره، یعنی اون خصلت پدرانه توی تمام مردها وجود نداره. و ضمناً پدر سالاری یک ترمیه که چندین هزار ساله که در طی تکامل بشر به وجود اومده، که البته ما اعتقاد داریم که، یعنی این مایی که میگم فعالین حقوق مردان هستن، اعتقاد راسخ داریم بر این که حتی پدر هم ضرورتاً سالاریتی نداره، برای اینکه پدر هم خودش جزی از یک اجتماعه که این اجتماع در واقع اگر به ریشه هاش برگردیم با قبیله مواجه هستیم. ما اعتقاد داریم آن چیزی که آسیب زننده است هم به مردان و هم به زنها بحث قبیله سالاریه، یعنی حاکمیت قبیله بر ارکان و زندگی و اصولاً آن چیزی که برای تمام جامعه اتفاق میفته. قبیله به دلیل حفظ کیان خودش، به دلیل حفظ قدرت خودش، همه رو قربانی میکنه. مرد رو به جنگ میفرسته، زن رو وظیفه تاریخی میدونه که بمونه در خانه، امورات خانه رو انجام بده، و در واقع نیروی جنگنده و نیروی کار جامعه رو تأمین بکنه. از یک جایی به بعد به دلیل افزایش وضعیت کار، یعنی مناسبات کار، مناسبات اقتصادی، دیگه زن فقط باز تولیدگر نیروی کار هم نبود، بلکه خودش هم تبدیل شد به یک نیروی کار، که در اوایل به دلیل اینکه اون ساختار اصلی که مرد فقط نیروی کار بود رو در واقع میخواست نقض بکنه، تبدیل شد به نیروی کار ارزان قیمت به دلیل کاهش سود و در واقع کاهش نرخ سود، که خب در نهایت باعث افزایش اون ارزش افزوده میشه. نمیخوام خیلی بحث رو به اقتصاد سیاسی بکشونم، اما اون چیزی که ما امروز باهاش مواجه هستیم در واقع یک باز تعریف و یک اتفاق غلطی است که تحت عنوان مرد سالاری داره میفته، یعنی یک دشمنی ساخته شده به عنوان مرد سالاری که حالا لایه های مختلفی هم براش قائل شدن، مثل مرد سالاری سمی، یا مثلا اینکه مرد سالاری باعث شده به زنها ظلم بشه، و اتفاقاتی که داره میفته باعث شده که یک نوع مرد ستیزی به وجود بیاد. متاسفانه انسانهایی که از نظر من به لحاظ خرد و دانش به لحاظ خرد و دانش از در واقع خرد و دانش کمی برخوردارن، دارن با نشون دادن یک سیب غلط، یک هدف غلط، به جای اینکه سیستم‌های کلی یا از نظر من سیستم سرمایه‌داری که در ادامه اون قبیله سالاری هست رو، اگر که ما یه مقدار برگردیم به اون تاریخ همبایی‌های اولیه و بعد قبیله‌ها و بعد دامپروری و بعد کشاورزی و بعد دوران فئودالیسم و بعد عرضم به حضورتون که دوران صنعتی شدن، تمام اینها در راستای ارزش افزوده ایجاد کردن و در واقع سودبری بوده. در راستای همین تعاریف من اعتقاد دارم که دشمن اصلی انسان ها سیستم سرمایه داری است، برای اینکه میخواد اونها رو تحت انقیاد خودش در بیاره، ازشون بهره کشی کنه،
و این بهره کشی رو در راستاهای مختلفی انجام میده. یک جایی برای اینکه بتونه فروش بیشتر داشته باشه جنگ راه میندازه، یک جایی برای اینکه فروش بیشتر داشته باشه بحران اقتصادی ایجاد میکنه، که خب همه انسان‌ها، زن و مرد، پیر و جوان، کودک و بزرگسال تحت تأثیر منفی این تبعات قرار میگیرن. آن چیزی که به نظر من امروزه از طرف بعضی از کمخردان، ما این کمخردان رو هم در زنان داریم هم در مردان، فرقی نمیکنه، خرد خیلی چیز نداره، جنسیت پذیر نیست. مسئله این است که ما با یک سیستم مواجهیم در کل دنیا. من به اون سیستم میگم سیستم انسان ستیز. یک جایی مرد ستیزی میکنه و یک جایی زن ستیزی میکنه. یک جایی برای اینکه از مردان استفاده کنه به عنوان نیروی جنگ میاد یک سری امتیازات ظاهری بهش میده، ولی اولین ردیفی که نابود میشن در جنگ ها مردان هستند. و ما در طول تاریخ همواره شاهد جنگ های بسیار بیشماری بودیم، همین الانش در افغانستان، در عراق، در یمن، در سوریه، در تاجیکستان و قرقیزستان که با همدیگه در حال جنگ هستن، این مردان هستن که توی این جنگ ها کشته میشن. همین چند وقت پیش جنگ بین آذربایجان و ارمنستان، اولین ردیفی از انسان ها که متاسفانه کشته شدن به خاطر خودخواهی و خودکامگی مردان سیاست یا زنان سیاست یا سیاستمداران به طور کلی، خب مردان بودن، مردان در ردیف اول کشته میشن و بعد نوجوان ها، پسران جوان هستند که باید نیروی بازتولید اجتماعی که در جنگ کشته شده رو به عهده بگیرن برای بازسازی.